بفرمایید. مدیر صاحب مالی سلام علیکم، اجازه است؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. بخیر. خوب هستین؟ بخیر باشی مدیر صاحب. ببخشین پدر زی بچه‌ها شما هستین؟ بله بله. بچه‌م اینی را مدیر صاحب برای معلمتان بده. معلم محبتان. آه. خیلی من رفتم آقا جان، میرم سنت. بگه آت گفت. بفرمایید. بسیار ببخشید مدیر صاحب بخش مالی. بله. مرا به خاطر چی خواسته؟ بسیار ببخشید. بخش مالی برای چی میخواید؟ آه. من خود فیس بچه خود را تاویل کردم و بلش رو مست کردم. بسیار ببخشید. او منظورم نیست. منظور از فیس نیست. ای دیگه حساب است. اول شما 50 افغانی لطف کنید. خب برای چی؟ ببخشید. ساعت چند بجه است؟ ساعت؟ بله. 8:05. ببخشید، از جایی که مکتب ما یک مکتب قانونمند است، بله، و ما به خاطر شاگردایی که ناوقت به صنف میآیند دقیقه 10 افغانی جریمه ماندیم و تا که جریمه را نپردازند داخل صنف شده نمیتونند و ما در کاغذ برای بچه تا نوشته کرده بودم که 50 افغانی این جریمه داره. دیگه اینال شما لطف بکنین، 50 افغانی لطف کنین. شما چی میگین مدیر صاحب؟ هر دقیقه 10 روپا جریمه داره؟ بله 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 بله. اینه مدیر صاحب. تشکر. شما زنده باشین. و آه 550 افغانی دگام بدین. چرا 550 افغانی؟ به خاطر چی؟ ببخشین، به خاطر مصارف امتحانات که در راه است. بخیر. ببینین، ما به خاطر هر مضمون باید پیسه بدیم؟ جناب، ما به پول شما چشم ندوختیم. ما فقط 20 مضمون است که از اینی از این میشه که 200 افغانی. مدیر صاحب، به خاطر هر کاغذ 10 افغانی بدین؟ بسیار ببخشین جناب، کاغذهای ما کاغذهای صاف و ساده نیست. ما دیزاینر مخصوص داریم که این کاغذهای امتحان دیزاین میکنن. هر مضمون 12 سوال داره که میشه 240 افغانی و هر سوال 5 افغانی هزینه برمیداره که میشه 550 افغانی. بله بفرمایید، 550 افغانی لطف بکنید. خب این 10 افغانی دیگه به خاطر چی؟ این 10 افغانی به خاطر قلم است. من هیچ قلم برای بچه نمیگیرم. قلم داره. بسیار ببخشین جناب، ما برای امتحان برای هر شاگرد قلم مخصوص در نظر گرفتیم. اتو نمیشه که هر قلم نشته کنن. ببینین مدیر صاحب، به نظر امتحان کنکور میگیرین که شما برش قلم مخصوص میدین؟ پول شما برای ما مهم نیست. پول شما اصلا نمیتونه معاش معلمین و زیده ما رو پوره کنه. پول شما برای ما مهم نیست. چیزی که برای ما مهم است کیفیت تدریس است که باید شما پول بپردازین. بله مدیر صاحب، درست شد؟ نه خیر، 1500 افغانی دیگان بدین. 1500 افغانی دیگه به خاطر چی؟ جناب، لوگوی مکتب ما در قسمت جیب بچگک شما شاریده بود. ما هفته گذشته یونیفرم از اونا را تبدیل کردیم. اینا را 1500 افغانی دیگه شما لطف کنید. یا دکتر صاحب اجازه است؟ برو آقا جان. آقا جان برو. دکتر صاحب، امی معاینات محمده. معاینات آقای محمده دکتر صاحب. یعنی دکتر صاحب گفتم در معایناتم چی نتیجه چی است؟ چیزی نیست. چی معلوم شده؟ در چیزی معلوم شده؟ هیچ چیز نیست.
چیز نیست. دکتر جان گفتم که یک تانکر خون ما گرفتن 40-50 سوزن خوردم بخی 40 گشتم گفتم یعنی نتیجه شی چنوز معلوم نشد از دست که خون زیاد گرفتن آقا گفتم بشی ما سر درا گشتن نمیتونه های جان امی خودت که من میبینم یک گلاس خونم نداری نگو که یه قدر خون ما ضایع شده رقم خون ضایع شده نه یک تانکر گرفتی دکتر نیم گلاس خونم نداری خیلی البته نتایج غلط کردین اشتباه کردین نتایج درست نگرفتین ما پس اثر باید چی بتم خونی گپا بتم چه قسم نه لازم نیست میده درست تا وقتی که میده کار میکنه مشکل نیست تا وقتی که میده کار میکنه از میده کار بگی او بیادر ما چطور میدیم مشکل داشت من 24 سال زوف بودم او بیادر از تکلیف عمل میده دیگه چطور شدم میتونم که مجبور باشم و 24 سال هم زوف تیر کده باشم خود دکتر جان نگفتی که چی کنم بعد از این که باز عمل دوم سر من نبیای عمل دوم میده نبیای سرم دیگه چی بخورم چی نخورم چی بنوشم چی ننوشم که باز عمله دوم سرم نبیه دکتر جان او برادر در یک فیسی ناچیز تا نه چه که گپ میزنی وقت ما رو ضایع میکنی وقت خودم ضایع میکنی هر چی میخوری بخو هر چی مینوشی بنوش او بخو او بخو گفتم بنوش او بخو یعنی آواز کدی او این آورده آواز تانکر او کتو مست برادر دیگه ما رو قدر سرگردان نکن نه یعنی که میگی بایی دردکای چوچه هیچ مده قصهش نشون بانم که میدیم از 3-4-5 جای خراب شوه باز پیش دکتر بیاییم اما تو اصل گپه گفتی اصل گپه گفتی هر وقت که میدید اچ پایلوری پیدا کرد تیزاب میدید به حد زیاد شد که کسی در پایلوری چشته نتانه اما تو سیانه اون وقت بیادر یک دانه بروفین بخو یک دانه بیادر تابلیت میتوگین بخو پاراستامول بخو بخاطر درد است بخاطر درد است جور میشی برای ما آقا جان بیا بگر یک دقیقه بیا یک دقیقه بیادر میری خانه اگه اجازه باشه دکتر صاحب آ برو آ خدا حافظ رفتیم خانه میریم آ برو برو اجازه میریم آ برو برو اجازه هست دکتر آ برو برو بله بله مدیر صاحب خوب هستی بخیر هستی سلام علیکم خوب هستی بخیر هستی جان جور مدیر صاحب راستش اگر بگویم مدیر صاحب امروز وزم هیچ خوب نیست او چی شده تا دیروز خود جور بودی یک دفعه چی شد که مریض شدی دل ما ایتو درد گرفتم مدیر صاحب امروز حالم هیچ خوب نیست مدیر صاحب اگه اجازه تان باشم دفتر نبیم برو پیش یک دکتر خب درست است پیش یک دکتر برو که بخیر جور شوی خیر ببینی مدیر صاحب یک جهان تشکر مدیر صاحب خیر ببینی خداحافظ درست است صحیح فهمیدم درست است صحیح شد این حالا بچه را یک وایز بانم بگیم شد بچه ها موضوع حل شد میرم بخیر میرم موضوع حل شد میرم مدیر سیب بله السلام علیکم سلام چطور هستین سیب مدیر سیب عزیز سات مسعود جان خوب تیر است حتی در قصه کسر موش هم نشد سیب چطور نفهمیدم سب در استوری چیز مانده بود مشه متوجه شده نشده استوری پارک مانده بود سب آی دلدش از پارک رفتن بودم چیزی گفتی بودیر سب؟ نه چیزی نگفتم تو باش یک دفعه دفتر بیا از کار اخراجش میکنم که باز مزید لذید بچشه هر روز استوری کنه هر روز بچشه این بودیر سه استوری پارک در واتساپ انداخته بود سه خب این استوریش هم از من پت کده و شیاره که
فال بینم، فال میبینم، فال های تاب میبینم. کجاستی؟ کجاستی؟ بیا بیا، زود بیا دیگه، زود بیا دیگه که وقت کم است. زود بیا. آمد آمد. فالبین مادر خوب هستی؟ جان جور، طبیعت خوب است، طرفای چطور هستی؟ صحتت خوب است؟ جان جور است، بگو چی مشکل، چی جنجال؟ مشکل من برات حل کنم. مشکل بسیار خطرناک است، مشکل بسیار کلان است. چی مشکل است؟ مشکلی است مادر، یک سال پیش. یک سال پیش گفتی قوانت خود آدم چورتی معلوم میشه، عطمی و ضروری چورت و فکر زیاد داری. بگو بگو هرچی که داری بگو که من جواب خدا. یه بزی قرار است که مادر، یک سال پیش یک سال پیش یک دانه تاکسی ما خریدم. خوب، و یک دانه تاکسی هم برادرم. یک دانه تاکسی تو خریدی و یک دانه تاکسی برادرت. برادرت. خوب، تاکسی برادرم بیادر ایسا که کمی 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 یک گیر بیزنه پیسه، کم برگ میگیره پیسه، حرکت میکنه پیسه. خوب، اما تاکسی ما غیر از عوارض سکو، غیر از تکر. خوب، اگر ما فایده شدیده باشو میتوجه چی؟ در برگ در آرنگ پیش، در پیسه صفر. این حالا تو ببینیم این فعال ما را ببینه، همین فعال ما را ببینیم بیادر که علت دیدیم این ملت چی هست؟ چرا این موتر ما موتر بیادرم فایده میکنه نه؟ از تو نمیکنه کار میکنه، کار میکنه از من نه. دست تگر میگید یا چوب میگید؟ دراز کار ما غرسته که باز زده میشی. بله بله. چیست؟ من هم بگم فال میگه، فال میگه. حال تو بخاطر چیزی که فال میگه؟ امو چیزی که فکر میکردم امو چیز شده. ها چی شده؟ کدام ظالم چوچه خور عزیز دل خور امی گپ تو را، امی فایده تو را ده افدانه قلف، اما تو سخت قایم کرده و قلف هم برده در دریا انداخت. اینال دیگه بیا قلف ها را دانه دانه واس کن. خب جادوگر بیادر، از جان حالا من چی کنم که بیادر اینمی کاروبارم جور شود دوباره؟ من برات گفتم که کاروبارت بسته است در قلف ها، در افدانه قلف. در افدانه قلف، این قلف هم قلف های عادی نیست، قلف های فولادی است. و ایران ما بین دریا انداخته، اینال هر کدام از این باید واز شود. خب وازش که دیگه؟ مصرف کار دارد. خب چند مصرف کار دارد؟ هر قلف فولادی هر قلف فولادی مصرف خود زیاد داره. منتها من مراعتت را میکنم چون بیچاره و غریب اردم شهید هستی. به او خاطر من قلف ازار اوغانی از تو میخوام. قلف ازار؟ صحیح. چند دانه قلف هست؟ هفت دانه قلف هست. یک ازار، دو ازار، من اینه دو ازار. این یک ازار شد، من بازی نمیخورم. دو ازار، دو ازار. اینه هفت ازار. هفت ازار بطه قدر بلد شلاسی. اینه اینه هفت ازار. یعنی باز کارت نتیجه نمیده؟ بگه کنشم پس در جیبه برو دیگه. صحیح است دیگه، برو صحیح است. خب دیگه چی کنم؟ اینه فقط میری سر جلو موترت میشینی آمده سیکو، پیسه آمده نه سیکو دیگه. چی میگی تو؟ اعتبار کو، بی اعتبار نباش، برو برو. اعتبار نمی کنم مردم. بخورین بچیم، بسم الله کنیم.
بگی بچیم. پیش پیش. پیش پیش شروع کنیم. بسم الله کنیم. سراو. نان تیار است بچیم. آمدم آقا آمدم. بزن. بزن 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 بزن. برو دیگه برو برو. بزن 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 سعی اون نفری که مانده بزن 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 برو 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 پیش پیش نه سنگ برو پیش سنگ دلاو نان یخ میکنه چی میکنی؟ این آمده باقا میمیشن خلاش و کم مانده برو 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 دلاو نان یخ کرد دسترخان جمع میشه چی میکنی؟ تو بچه مچه مچه تو کنم نمه ای خو مگر تو میفهم خو اون نفر پشتم 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 اون نفر پشتم خواب ده پشتم دیوال که استاد است پشتم دیوال برو دیگه برو برو اینه بچیم نانت همه برای تو آوردم تشکر پدر جان تشکر دیگه بچیم صدای تو هم نمی کنم خب که برای گیم زدنت مزاحم نشم فهمیدی؟ و اینه ای چارچه رو بگی اینه ای چارچه رو در ساکت بزن و موبایلت هم در چارچ پر تو که در جریان گیم زدن چارچ موبایلت خلاص نشه که سکتگی برای موبایلک تیجاد نشه بچیم گپ فهمیدی یا نی؟ آه جان آه چرا تلفونه نزدیک چشمت نمیگیری خوب؟ خوب اینه تو چشمت نزدیک بگی خدا خوب پایان بگی تکیه نکو اینه تو قرار بشی همیش گیمکتا بزن آه گپ مهمی که آه تو باش تو اینه اینی رو بگی اینه در گوشکایت بان که دیگه ایت صدای ایچ کسا نفهمی فهمیدی بچیم؟ صدای هیچ کسا نفهمی و در گیمکت سکتگی نشه بچیم بگیره بگیره در گوشکایت بزن تشکر آقا جان بخونا نکتم باز من رفتم دیگه تشکر برو 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 امید که صحت و سلامت باشید خوش هستم خوشبخت هستم که شما را دارم دوستای عزیز به آب خاک امشب بازم یک موضوع بسیار مهمه که هم پیشنهاد شماست شکایت شماست گفتنی شماست میگم که من مخاطبم بفهمه دوستای عزیز بعضی از کسا که مثلا در یک جای یک چهار دیواری دارن یک زمینک دارن یک نمرگک دارن مثلا کار عمو تال خورده یا مثلا جور میکنه یا مشکل پیسه داره خب به هر قسمی که هست به هر قسمی که هست به هر قسمی که هست دیگه باز بیادن به این بنا نیست که یک کسی مثلا از زمینش دور بود صاحبش خونه میدونه که قرار یک چوکی ربان از اثر عمو زمینش بشینه که بیادن این کس کثیف نسازه متاسفانه متاسفانه بعضی از کسایی هستن که همین گیر میکنه که یک جای چهار دیواری است یا گیر میکنه که یک جای یک گوشگک است اینمی زباله خدا اینمی گپای خدا اینمی چی میگن جنگلی های اولی خدا دیگه قرار بگیره یک شیشه رو سیل بگیره یک شیشه رو سیل بگیره قرار بلو بجا مندازه اینمی میگیره و قرار بلو بجا مندازه
وقتی که بگویش بگه بیادر تو را چی؟ دلم کار چرا به من این گپه میزنی؟ من از خود پدر دارم، پدرم که برای من چیزی نگفته تو چی تو بگی؟ بابا کلانم که چیزی نگفته تو چی کار هستی که بگی؟ اینه خود او گپه قبول نکدی این حال هفتهی ساختم اتا که قبول نکدی ما مجبور شدم، ما مجبور شدیم که گپه چی کلیم؟ هفتهی بسازیم. خفه شدی دیگه من در قصه نیستیم جانم. بانگی خب بخو بخاطر خفه شدن تو هم میگه پزدم. سیز گا تشکری قلمان یخشی بلسیز ساق بلسیز تاسی پا پاک اللہ سپارو اللامو ملشا. شما خوش آمدین، صفا آوردین به شرکت ما. تشکر مدیر صاحب، خوش باشین، خیر باشین. ما وقتی که سیوی شما را بررسی کردیم، بله مدیر، معلوماتی که شما در سیوی خود ارائه کرده بودید، بله بله، دیگه شما واجد شرایط در اداره ما هستید. تشکر. البته تشکر. واجد شرایط کار. تشکر مدیر صاحب. تشکر مدیر صاحب. مدیر صاحب تشکر. بفرمایید. خوش شده که هیچ دیگه قربانتان. خب میشه که درباره جدا از سی وی میشه که درباره خودتان یک معلومات حضوری بدین؟ چرا نه مدیر صاحب. مدیر صاحب نام ما دانش است. دانشمند تخلص ما است. بسیار. دیگه از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدیم. از بخش آی تی. قربانتان. بخیر باشی مدیر صاحب. بشین بفرمایید. مدیر صاحب بخیر باشی. بخیر باشی. امید است که در حمل هم تو چه سوچالاک باشند. انشاءالله. خب شما که از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدین، از من به ارتباط بخش های اداری کامپیوتر هم معلومات دارین؟ بله بله. ما که براتان بگویم مدیر صاحب که از همی رشته کامپیوتر ساینس قدر فارغ شدیم، کل نمراتم 100 در سیویل ذکر است. بله آه 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 مدیر صاحب. بسیار خوب، بسیار کامپیوتر. آه بخوانی مدیر صاحب نوشته است اونه بوده قدر کل نمراتی 100 دانش قدر کل نمراتی 100. خب بسیار خوب، بسیار خوب. شما که در رشته کامپیوتر دست خواندین، یک سوال از شما دارم. بفرمایید. ما آماده است مدیر صاحب. شما برتباط برنامه ورد کامپیوتر بلدیت دارین؟ والا مدیر صاحب اینمیال امیر از کلم کسی برد امیر خب بود؟ اینمی دقا اینوال میایم سر ورد. ما برتان بگیم مدیر صاحب مدیر صاحب که ما در درس ورد نبودم، من مریض بودم، من درس ورد یاد ندارم مدیر صاحب. خب شما در درس ورد نبودیم؟ نبودم، در درس ورد مریض بودم. خب شما یک چیز دیگه میگه نوشته کردید. خب بله بله. خب یک سوال دیگه بفرمایید مدیر صاحب. البته خفه نشید. نه نه اجازه است مدیر صاحب یک شب چای کنم. بفرم بفرم بفرم. اجازه باشه. شما درباره برنامه پاورپوینت بیا هم معلومات دارید؟ بله بله مدیر صاحب. پاورپوینت از جمع حافظ است. نه منظور می بود که مدیر صاحب در درس حافظم من نبودم، بسیار شدید مریض بودم، گردای عملیات میکردم، در درس از اون نبودم یاد ندارم مدیر صاحب. دوام نبودیم شما؟ دوام نبودم یاد ندارم مدیر صاحب. خب جناب عالی، شما که روش های ساده کامپیوتر بلدیت ندارین، به گفته خودتان یاد ندارین، شما چه قسم میتونین که به اداره ما با دست خالی، با فکر خالی، با تجربه خالی کار کنین؟ ای مدیر صاحب، مدیر صاحب مریض بودم. خب گفتی که در کار باید بارم چه؟ در کار گفتی استخدام هستم، بارم در شبه، در شبه بارم مدیر صاحب. مدیر که میری؟ دوستو عزیز سلام، به پایخانی امشب ما خوش آمدین، امید که صحت و سلامت باشین. دوستو عزیز، قصه یا موضوع پایخانی ما به ارتباط تداوی یا کشیدن دندان است. امی بزرگای ما قصه میکنه. میفهمین چی قصه میکنه؟ چی قصه میکنه؟ میگن در قدیما یک کسی که دندانش درد میکرد، میفهمید در کجا چه رقم تداوی میکرد؟ چه رقم تداوی میکرد؟ پیشکی میبردش؟ پیشکی میبرد.
این آدم از به دستش گرفته میبردن در کجا؟ در کجا؟ در طویله خانه. آه 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 که در طویله خانه میبردن باز میفهمید چی میکردن؟ چی میکرد؟ باز یک نفر امی میخ طویله خانه را دمی بیخ دندان این نفر میمان. بله بله بله. باز نفر دیگه یک گربه قسنگ میورداشت. بله بله بله. که امی محکم دمی میخ میزد از این پرخشای دندان کس یافتن میکرد که در کجا هست. در قدیم ها یک قسم دیگه هم میگفتن حال میگه پرکو یا چی کو پرکو نشابر میشکو. در قدیم ها میگفت بکشش 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 چی میکنی قغم هم بکشش یک دفعه درد کشیدن شد تحمل کو دیگه بیغم هستی سال های سال بیغم هستی بیغم هستی امی بابا خوشدل نامش شنیده باشی؟ آه شنیدیم از امی خیشای پدرکلان پدرکلان بابا کلان پدرکلان بابا کلان پدرکلان نبود؟ آه امو را میگم ایج دندان نداشت امی آدم دمی علاشه خود ایج دندان نداشت و امیش دانزی جنگ بود امیش دانش جنگ بود وقتی که شینی نمیخورد و این شینی میرفت این اشوشتا نمیشد این شینی به کن تبدیل میشد و دندانش کن میخورد میفهمین کجا میرفت؟ کجا؟ میرفت راستن پیش طویله‌دار و طویله‌دار چی میگفت؟ این آدم بسیار سرشار آدم بوده طویله‌دار چی میگفت؟ طویله‌دار میگفت که دندان ما بکش که وقتش دندانم پوره شده به قصه بابا سنگدل شنیدین؟ نه بابا سنگدل میگه این مسکین در بسیار اطراف دور بوده نه طویله داشته نه میخ طویله بازی یک درخت توت داشته نه هم طویله دار نزدیکش بوده نه نبوده دیگه بازی یک درخت توت داشته باز وقتی که دندان درد میشده کتی دو بچه خود میرفته در پیش درخت توت یک رسمان هم میگرفته در یک شاخچه درخت مینداخته یک شده دندان خود باز بچه های همی سنگدل این را کش میکردن باز یک دفعه کمی سنگدل اشاره میکرد این را اعلام میدادن بیره در جای بود دندان گم بود دندان را نمیدیدن کسی شده بود دوستان عزیز تشکر از حوصله‌مندیتان که پایخانی شب ما را دیدین تا هفته آینده که بازم در خدمت تا قرار بگیریم شما را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم شبتان خوش خدا حافظ الله حافظ او بچه پدرم آمد قاطر کن به خیلی بچه که پدرم آمد شو بین بچه ها پدر جان خسته نباشی بر سوداگه کتا مر سودا خسته نباش مانه پدر جون بیا مر خسته نباش پدر جون بیا اینجا بشی اینجا بشی دی بالا چی سرد بشی بسیار گفته بودم امو درخت ها رو بتن ندادی پدر جون تکیه کده این بالا چی سرد که آتش بشاره دلت کم شما زنده باشی بچه خیلی پدر جان چای چرنگی بیارم سب بیارم سیاه بیارم بوردار بیارم یا بیبوره بچیم آقا جان یک چای سبز هم تو تلخ بده بیا پدر جو کنشون اگه کایت بگیرم زنده باشی بچه خداوند عجل نصیبت کنه لالا امروز در مکتب استاد بر ما چند تا سوال کارخانگی داده میره چه قسم حل کنه؟ تو مرک تو چقدر سوال هست؟ اینه اوه چقدر سوال زیاد است چقدر سخت است باید حل کنیم هر قسم که میشه باید سوال حل کنیم حل کنیم آه تو اینجا بانشه اینه لالا اینه باش که حلش کنیم امروز بسیار تشنه شدیم که حلق گرونو خشکی میکنم لالا برم خیلی در اتاق دیگه حل کنیم همین سوالا را این ایمیل در دلم میگشت که میگه پا بر تو بگویم آه بیا که بریم برم خیلی یک قسم قال مقال است برم سلام بیندای عزیز با من چارکو جما خوش آمده نازدانه بودن اولادا در خانه تا توهین تحقیرشان در بیرون از خانه اون در چی جای توسط استاد مهربان برای بحث بیشتر استاد مهربان داره و خانواده فرزند تحقیر شده را سلام بر دویتان اول از خانواده فرزند تحقیر شده میشنویم
بفرمایید کامران در خدمتتون هست. باشین بخیر باشین. سلام به بیننده عزیزتون. سلام به شما. بخیر باشین. اصل موضوعی هست که امی بچگی که من اول نمره صنف خود بود. بله بله. بعد از اینکه مریض شد نتونست که یک چند وقت مکتب بره. بله بله. بعد از رخصتی که بچگی که مکتب رفت دیگه هیچ مکتب این نرفت. دیگه یک هفته هیچ زبانش باز نشد. بله بله. چرا دلیلی چی تا بالاخره که دی نشو زبانش باز شد کل چیز برای ما گفت. باز دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بالاخره بچگی که چشمایش پر از گریان بله. گفت دست من یک درس یاد نداشتم. بله. معلم ما توسط یک شاگرد تنبل در پیشانیم تنبل نمشته کرد مرا بله. در گرد گرد صنف گشتان. بله بله. این حال من دیگه مکتب نمیرم و خاطر از اینکه اگر مکتب برم کل شاگرد ها سر منش خند میزن. بیچاره من در یک کلانیم در جای او باشم نمیرم. او خوخارد است. میشنویم از استاد مهربان. بگوین بفرماین استاد مهربان شما لقب مهربانی رم دارین. چرا قطع شاگرد لایقتانی رقم رویه کده؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بیننده هایتان و خدمت والدین امی شاگرد عزیز ما. بله بله بله. من تا یه خواهش دارم که شما از ما خفه نباشین. بله 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 بله. ما چطور خفه نباشم؟ چطور خفه نباشم؟ مونتاق جان اینه می بچگه که من زیاد شوقی مکتب بود. بله حتی بله. می گفت که امی روزای جمعه مگر رسمی باشه روزای رسمی باشه بله بله. من مکتب میرم. بله. این حال در سخت شده مکتب نمیره. ببینین اجازه بتین اجازه بتین. ببی ار استاد در قبال ار شاگرد خود یک پلیسی خاص داره، بخصوص در مورد شاگردای لایق خود. و ایره ای شاگرده ای جزای سخت به خاطر دادیم کو بفهمه که من لایق هستم. چه قسم؟ یعنی چه قسم اینجوری؟ اعتراض با یک قسم جزا دادن او شاگرد میفهمه که من لایق هستم و یک روزم که درس نخونه او میتونه که درس بخونه. خال این نتیجه پالیسی شما برعکس نشد استاد مهربان؟ بسیار سوال خوب کردی. بله بله. بسیار سوال خوب کردی. من همیشه سوال خوب کردم. این پالیسی ما بله. در دو هفته اول بله. شاگرد در انزوا میبرن و بعد از سه چهار هفته بعد شاگرد به یک آدم قوی و به یک آدمی که میفهمه که من شاگرد لایق هستم به اونو تبدیل میکنم و من 100% سریع پالیسی من باور دارم و اعتبار خاص دارم. خدا کنه که پالیسی شما یک نتیجه خوب بده. شما زنده. تا هفته آینده خداحافظ شما. السلام علیکم جناب مدیر صاحب. علیکم السلام. بفرمایید. السلام علیکم مدیر صاحب. مدیر صاحب بفرمایید. جناب شما جان. السلام علیکم مدیر صاحب. علیکم السلام. بفرمایید. دوستان عزیز، همکاران عزیز، من شما را به خاطر یک موضوع مهم تا هیچ زحمت دادم که حالا براتون میگم. مشتاقم مدیر صاحب. ان شاء الله خیرتی باشه مدیر صاحب. خیر و خیرت است. در جلسه ما قبل براتون گفته بودم در قسمت حفاظت از وسایل دفتر باید بسیار متوجه باشید. بله 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 بله. اما متاسفانه که این کار نشد. نشد؟ بله. در شعبه شماره 4 شعبه ما مدیس. بله که شعبه شما میشه دو دانه چوکی خراب شده، تخریب شده و در شعبه شما که شعبه شماره 5 است و 3 وسایل برقی موس، کیبورد و کامپیوتر وقتی در خط به کار کارتان که ختم شده شما درست خاموش نکردین از پیشتان سوخته. بر اساس ماده 16 قراردادی که در بین ما و شما است ما باید پول شما را پول جریمه شما را از معاشتان باید بگردانیم. چی میگن جناب مدیر صاحب؟ من تا جایی که خبر دارم
ماوز و کیبورد و کمپیوتر بیخی درست کار میداد و ما بسیار خوبتر هم کار میداد. من گفتم بسیار فست کار میده. دیروز از اول روز تا آخر روز در شعبه تان کسی دیگی بود؟ نه خیلی نه، فقط تنها من خودم بودم. لطفا بانه نکنین، حتما کدام اشتباهی کردین که وسایل برقی شعبه تان سوخته؟ مدیر صاحب میفهمه که همون دو چوکی که در شعبه ما هست و هیچ استفاده نشده، اون همون دو چوکی اضافه است. مدیر صاحب خود تسلیمش میکردی؟ برای ما میگفتی که خراب شده ما میگرفته میشم، آله که خراب شده برای ما میگی؟ اما مدیر صاحب آله بیچه چوکی از شعبه شما بود یا نه؟ آه اتخاب بود مدیر صاحب. خلاصه که مسئولیتش در گردن شما است. ما پول جریمه را از ماشتان دار میتونم و کس حق اعتراض هم ندارم. بخیر باش مدیر. بله مدیر صاحب، دادالت جستی یک دفعه بیاد زودی کنه نزدیک شما سزود بیا. مدیر صاحب خوب هستی؟ صاحب خوب هست. آفرین مدیر، پلان خراب کردن وسائل و انداختن جریمه چند برابر سر مسئول شعبه خوب نتیجه داد. مرا تصدق توافق ما خود دیاد کار مدیر صاحب. پینجا پینجا تقسیم. سکه سکه نه لالا، تو مطلق خانگک جل که خواه، تو صندلیگک جل که من مطلق جل میکنم خواه. مطلق جل میکنیم میدوانیم باد میدوانیم. آقا سلام. مرگ سلام، درد سلام، بلای سلام. غیر از امی شاطری دیگه هیچی شما ندارین؟ تمام رو شماست اینا، این امی شاطری. درس بخوانین، ایچی میتبرتان. بخزه بری خانه، بخزه. آقا بگی دسته ساتلی میکنم، تون بگی دسته دسته یه تو بگی خواه. ما که زدم باز توی ایلقه میکنم، باز بیاد باز ایلقه میکنم خواه. تو بگی بگی اول تو بگی حالا که فتله این حال دادم. صحیح بگی دی بگی تو تو بگی 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 اولوز کلاو لی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 
عبده گوشت رو نمیخله؟ از این گوشتان میتروی از دیگهش فرفره کنیم امره؟ پیشتر براتون چی گفتم؟ گفتم شاطری و ماطری تو نپس کنیم قد چی کنیم آمدان اونم؟ بیا برم چای پرتون بیا برم چای پرتون ممن دادم، ممن دادم به آقای ممن دادم آقای ممن دادم چای ممن دادم یکی تان چای پرتین ممن بی از و اصحابم خراب است اتو نشه که سر شما خالیش کنم بله چی کردی او بچه؟ پشت مال رفتی؟ ها؟ نرفتی؟ من خب برات گفتم که من برای سبا مال ندارم مال میاوردی ضرر میکنی، ضرر میکنی چی؟ قطعه کردی؟ خیر نه، حاله بنا گیره ساده من میگه بیمانه آقا جان، آقا جان براتان گفتم که اعصابم خراب است آقا جان دوستای عزیز سلام با اخبار ای بخش ما خوش آمدین امید که صحت مند و سر حال باشین من میگم آفرین به ما در این ملک هیچ کس و هیچ چیزی از دست ما دل خوش نداره یعنی که ما در نارام ساختن مردم بیخی رکارد شکستاندیم برای بحث بیشتر جناب نانوای و جناب مشتریشون که خود داره بفرمایید
سلام به خودتانم، سلام به بیندایتانم. من از همین پرده تلویزیون به بیندا میگم که مقصد نانتانم به اندازه خوراکتان بگیرین که جنس فروخته شده واپس گرفته نمیشه. سلام به شما و به بیندایتان. باز مکتت گپ میزنم. جناب نانوایی، بله، بازم از شما میشنویم، شما چی گفتنی دارین؟ ولی چی بگویم بیادر، چیز گرمی هوا و نان زدن در تندور دل ما را کباب کرده. چیز مردم ما، مردم ما چه قسمی دل شما را کباب کرده میشه بگویم؟ سه قابل مشتری های ما میای نان، بله؟ نان میگرد پیش ما، اول اینمی مشتری خواب. اینمی مشتری دی نرز آمد که مرا ده تا نان بده، ده تا نان گرم برش دادم، همون تو گرم و نرم نان برش دادم. رفته خانه پس پنج دقیقه بود کرده، پنج تا نان میای که اینیرم نانا بگی پیسه مرا پس بده. وی شما پولو برد پس دانیم؟ خود چی کنیم بیادر دیگه کتی آدم و شاله چی کنیم دیگه. استاد بودم اونجا نیم ساد استاد بود، آخر ما پیسه دادم دیگه، پیسه دادم دیگه، ما نانا بردم خانه. او نان یک کدام مشتری میخوره؟ اینی چند چاو میشه، چند چاو میشه که ما نان تر میخورم. از بس که نان تر خوردیم خوردیم بگی دل ما شکم ما پندیده. واقعا که دلم برد میسوزد، چقدر مسکین هستی، چقدر بیچاره هستی. اولا شما میشنویم جناب مشتری، دل شما نسوخ که به این بیچاره نان تره دادین و چند روز دلک که زیر پنداندین؟ بسیار ببخشین، اولا ما از پندیدن شکم از هیچ خبر نداشت، ما هیچ آگاهی نداشت. ما فقط دینشو یک ده دانه نان از نانبایی ازی گرفتم، گفتم میشه که در خانه کار شود. خانه که بردم کار نشد، گفتن اضافه است. دیگه من پیش خود سنجیدم، گفتم خب عالمی پیسه ما چرا اسراف شود؟ بازمی نان چرا سرد شود؟ پس بردم گفتم همین نان کسی دیگه بخره. حالا دیگه کدام گناه کردیم؟ خب مشتری عزیز، همین نان یخه درست است؟ تو خودت میخری که بردی پس برای نانوای دادی که کس دیگه بخره؟ جناب در پیشانی من پس چرا من اون یخه بخرم؟ دلش هست که دیگه مشتری رو خود تو هم نگاهش بکردی نان تر خودت میخوردی؟ اینه اوشار من نان تر بخورم که شکم امام بپندم. خواه اندازه کن برتان معلوم بود اندازه با مو اندازه میگرفتی نان میخریدی. حالا چی کفر شد که چند نانه من بردم پس آوردم؟ او پنج تا نانه که میخورد. دوستای عزیز، تو هفته آینده که بازم در خدمتان قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک میسپاریم. خدا حافظ.